سازمان مجاهدین خلق ایران در ساعت 24 یکشنبه شب به وقت تهران به نقل از منابع موثق بیمارستانی اعلام کرد با کمال اندوه و تأثر آمار جانباختگان کرونا در قم بیش از 300 نفر است. این رقم وحشتناک ناشی از ممانعت رژیم از اعلام شیوع کرونا در جریان انتخابات مجلس ارتجاع است. به خاطر ابعاد حیرت آور فاجعه در شهر قم، آخوندهای حکومتی از قم به سایر مناطق می گریزند. خانم مریم رجوی به مردم ایران به ویژه اهالی قم تسلیت گفت و خواهان همدردی بین المللی برای مراقبت از جان و سلامت مردم قم گردید. صبح امروز رسانه‌های حکومتی خبر دادند میر محمدی عضو تشخیص مصلحت نظام آخوندی که بر اثر ابتلا به کرونا در حالت کما به سر می برد در بیمارستان مسیح دانشوری مرد. تست کرونا 20 عضو مجلس ارتجاع مثبت اعلام شده است. خبرگزاری حکومتی مهر این خبر را اعلام کرد و نوشت نتیجه آزمایش کرونا نمایندگان مجلس روز یکشنبه اعلام شد که بر این اساس نمونه آزمایش دو عضو مجلس از آذربایجان شرقی مثبت اعلام شده است. دکتر تقوایی پزشک بیمارستان نوشهر در مورد وضعیت بیماران کرونایی و مرگ و میر آنها گفت امروز پیشگیری از کرونا در ایران دیر شده. طی چند روز گذشته موارد مرگ و میر بر اثر کرونا داشتیم که مدیران به خاطر مصلحت طلبی گفتند بگویید سکته قلبی بوده. شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند و این به دلیل انتشار این ویدیو اخراج شده است. با توجه به اینکه درمان مناسبی برای این بیماری نیست، تنها راه پیشگیریه که امروز هم متاسفانه با شیوع زیادش برای پیشگیری مقدار دیر شده. همونجور که میدونید تو بیمارستان قرنطینه مناسبی برای افراد مبتلا نیست. موارد مرگ و میر هم داشتیم تو چند روز اخیر که مدیران حالا به خاطر مصلحت طلبیشون گفتن بگین که سکته قلبی بوده، بگین که فلان بوده. با توجه به اکثریه که گرفته میشه، منم پزشکی هستم که بیشترین شیفت رو تقریبا تو بیمارستان نوشهر هستم، مشخصه که اینا مبتلا به ویروس کرونا بودن و مردن و غریبه هم نبودن، خیلی هاشون از آشنا. هر بیم، هر تخت اورژانس باید دو پرستار داشته باشه. متاسفانه برای هر سه تخت یه پرستار داریم یا چهار تخت. اورژانس بیمارستان باید سه تا پزشک یا دو پزشک عمومی به اضافه یک پزشک متخصص طب اورژانس وجود داشته باشه، با توجه به اینکه اورژانس بسیار خطرناک و پرمریضیه. متاسفانه متخصص طب اورژانس نوشهر رو میدن به بیمارستان طالقانه چالدوست. نمیدونم چرا این کار رو میکنن، ولی خب این اتفاقی که تو سالهای اخیر افتاده. کادر درمان کوشش مناسب ندارن. دقت کنید این تعداد محدود باید سالم بمونن که به شما خدمت. در پی مخالفت گسترده مردم عراق و برگزاری سلسله تظاهراتی در بغداد و استانهای مختلف این کشور، محمد علاوی از نامزدی نخست وزیری استعفا داد و طرح رژیم با شکست مواجه شد. مردم عراق در تظاهرات بزرگ خود شعار می دادند رژیم ایران، سگهایت را از عراق جمع کن، ما از تو هراسی نداریم. روز یک شنبه بر اثر حمله نیروهای امنیتی عراق به تظاهر کنندگان در بغداد یک نفر کشته و 88 تن مجروح شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد اتحادیه اروپا خواهان تشکیل جلسه اضطراری وزیران خارجه این اتحادیه در رابطه با تشدید منازعه سوریه شد.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت جنگ اخیر در سوریه نشان دهنده یک تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی است. ما با بدترین بحران انسانی طی جنگ 9 ساله سوریه مواجه هستیم.